السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل صلاته. در خدمت آیه شریفه 152 سوره بقره، تذکرونی از کرکم و شکرونی و لا تکفرون بودیم که تتمه از آیه باقیمون و بحث روایی که زیر آیه است. تتمه‌ای که از تفسیر آیه باقی مونده بود این بود که مرحوم علامه بعد از اینکه معنای ذکر رو در مقابل غفلت و نسیان معنا کردن و فرمودن که ذکر در مقابل غفلت است که علم به علم معنا پیدا می‌کند، یا در مقابل نسیان است که نسیان ازاله صورت معلوم بود که زائل شده دوباره ایجاد اون صورت میشه ذکر. لذا فرمودن که هرگاه انسان از ذهنش و از یادش و از حضورش این ذکر رفت، دوباره برگشتن به این ذکر سبب میشه کم کم دوام ذکر ایجاد بشه. و از خود رب بکر ازان نسید که این وقتی یادت میره، وقتی انسان فراموش میکنه، ذاکر بشود و توجه بکند و برگردد، که قطعا شیطان در این رابطه خیلی قوی است که انسان از یاد حق غافل باشد و اشتغالات و تمام اونچه که مسیر شیطان برای انحراف انسان است، همین ایجاد غفلت است. در مقابل ایجاد غفلت، یعنی تمام اون مرحوم علامه شاید در یکی از جلدهاش می‌فرماید تمام اونچه که سبب گول خوردن انسان و دور شدن از حق میشه غفلت. همه اون و سبب غفلت در حقیقت خود شیطان است. منتها زینت کردن دنیا، زینت کردن شهوات، خوب به شهوات، انواع اشتغالات، همه اینها از مصادیق او و غفلت میشه که همه اینها از مصادیق عدم ذکر میشه. همه اینها از مصادیق عدم ذکر میشه. لذا ذکر هر یعنی اینکه انسان در عین اینکه تمام آیات الهی رو بهش توجه داره، اونم شدت توجه داره، آیه میبینه. از آیه دیدن شدت توجه به هر چیزی رو هم ایجاد میکند، نه که همتر بکند. لذا این میشه ذکر. ذکر نیست که انسان دورشه از دنیا، دورشه از عالم، دورشه از آنچه که هست، بلکه نزدیکتر میشه. اما نزدیکتر شدنی که آیه میبیند توقف نمیکند در دنیا. یعنی ذکر هر عدم توقف در آنچه که از مخلوقات الهی است، اما غفلت توقفه. شیطان میخواد انسان در روابطش با اشیا متوقف بشه به همون شی، به همون ظاهر. علم و انما الحیات الدنیا چی؟ اون لعب و لعب، به همون ظاهر لعب و لعب. اما خدا تعالی میگه این یه ظهوره، بگیر بیا بالا، با او باش، بیا بالا، توقف نکن. اینها همه درن به سوی من، همه آیه هستن به سوی من. پس خدا تعالی نمیخواد انسان رو از چیزی دور کنن، جدا کنن، بلکه میخواد چیکار بکنه؟ متوقف نشه انسان. این عدم توقف میشه ذکر، توقف میشه غفلت، توقف میشه نسیان. ایشون خلاصه بعد از اینکه فرمودند اینها رو، بعد فرمودند که اعلی منزلته اون است که عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، که همون ذکر دائم است که به اونجا برسه. بعد فرمودن که ولو کان لقوله تعالی فذکرونی و هو فعل متعلق به یا المتکلم، که فذکرونی اذکرونی مرا، که به یا المتکلم متصل شده. این از اینجا میخواد ایشون یه بحثی رو مطرح بکنه که تا به حال بحث بر این بود تو بحث‌های سابق گذشته، به خصوص تو بحثی که در اصول کافی داریم، که راه به علم به سوی خدای تعالی نیست. لا یحیطون بهی علما، ادراک نسبت به حضرت حق محقق نمیشه. در اونجا مفصل این بحثاش گذشت، چون خدای تعالی تحت حیطه علم انسان قرار نمیگیره که بحثش رو حالا چگونه علم ایجاد میشه رو اونجا بیشتر مطرح شد. اینجا میخواد بفرماید فذکرونی آیا یا متفرع بر
علم و فهم هست یا نیست. میگه خب چرا؟ اما فسکرونی نشون میده اگر اونجا فرموده که لا یحیطون به علما، اینجا فرموده فسکرونی سنخ علم غیر از اون علم است. این علم، علم حضوری است که فسکرونی با علم حضوری رابطه با حق محقق میشه، اما احاطه ایجاد نمیشه، اما رابطه محقق میشه. علم حصولی معده، اما علم حضوری حقیقت ذکره. یعنی انسان در علم حضوری، در ذکر حقیقت علم حضوری ایجاد میشه، در علم حضوری حقیقت ذکر محقق میشه. میفرماید که ولو کانال قول تعالی فذکرونی و هو فعل متعلق به یا المتکلم، این حقیقتی بخواد باشد، این ولو کانال قول تعالی حقیقت من دون تجوزه، اگر بخواد این حقیقتی داشته باشد، نه مجاز افاد از آله که ان للانسان سنخن آخر من العلم غیر هذا العلم المعهود عنده الذي هو حصول صورت المعلوم و مفهومش عند العالم است. چون خدای تعالی صورت ندارد که نزد این حاضر بشه، حتی اسماء الهی صورت ندارد که نزد این حاضر بشه. پس اگر علم پیدا میکند، از سنخ علم متعارفی که ما میشناسیم نیست. ما عمده علومون از راه صورته، یعنی تا صورت، حالا این صورت فقط محسوس مبصر نیست، خود محسوس مسموع هم یه صورته، یعنی به صورت کلمات باشد، اینم یه صورته. فقط از راه مبصر و مسموع نیست، از راه صور دیگری که انسان ممکنه وهمی باشد اون صور. حتی مثلا من وقتی که دست یک فرزند رو در دست مادر میبینم، تصور محبت میکنم، اینم یه صورته. این دیدن دست یک فرزند در دست مادر که از او استفاده میکنم یک معنای جزئی را که صورته، که اون معنای جزئی چی هستش؟ محبت مادر به فرزنده، درسته؟ اینم یه صورته. خدای تعالی حقیقتش، علم بهش از راه هیچ کدام از این صورتها امکان پذیر نیست. هر این صورت ندارد که خود این امکان پذیر باشه. اما آیا صوری که در عالم هست همه در ظهور کمالی ظهور اون هستن یا نیستن؟ البته، البته. اما اینا چی هستن؟ نشون دهنده محبت خدا نیستن به عنوانی که در محبت رو لیسیده و مطلق نشون بدن. اما تمام محبت هایی که در عالم محقق میشه، پیغمبر اکرم در یکی از جنگ هایی که قبل از بعثتشون داشتن در حاضر بودن، بین اعراب میدید ایشون اونجا بودن، بین اعراب جنگی که واقع شده بود بین دو لشکر، بعد در این هین یکی یه بچه کوچکی یک دفعه به خلاصه حالا هر جوری بود در اونجا ذکر شده، وسط دو تا لشکر قرار گرفت، به گونه ای که اونجا هم تیر بود دیگه، تیر بود و بالاخره اسب بود و تاختن بود و انداختن بود، و این بچه در اونجا بی‌دفاع وسط دو تا لشکر را، مادر این بچه دوید وسط میدان، خودش انداخت روی بچه، حفظ کرد که بچه تیری بهش نخوره، آسیبی به اون نرسد. اونجا پیغمبر میگه اشکش جاری شد، گفت محبت خدای تعالی به انسان ها از محبت این مادر به فرزندش اشد است. اونتا اینم برای این است که ما بفهمیم که دیروز عرض کردم که اشد و اشد من آبا که چی بود؟ اون که ذکر کنم آبا کنم چی بود؟ اون آبا که شده؟ بله؟ آن که ذکر کنم آبا اشد است که در اینجا میگه این محبت اشد، منتها برای که ما بفهمیم این محبت و الا اون محبت با این محبت تفاوتش تفاوت نامتناهیه، نسبتش نامتناهیه. یعنی این یک محبت ظهور نازله محبت الهی، اگر بخواد خیلی دیگه کوچیک بشه، ساده بشه، میشه محبت مادر و فرزند در عالم دنیا، یا در حقیقت یاد انسان مثل به آبایش که چجور براشون عظمت قائله. اینا همه از اون سنخ ظهور اونه، اما حدود او رو ندارد. اگر بخوای حد کندش بکنیم وقتی قابل تصور نمیشه، اینا با حد دیگه، حد کنده که شد قابل تصور نمیشه. میفرماید که پس یک نحو دیگری از بله او یه بحث دیگریه. ما از قدیم علم به حضرت حق با صورت امکان پذیر نیست،
اما اینکه خدای تعالی چون بشر رو میخواد دعوت بکند به سمت کمال و بشر در مرحله صورت اون وحی و تشریع صورت دادن به اون حقایق در مرحله که انسان‌ها جذب بشن و بفهمند که چه کار می‌خوان بکنن این ابی نداره. نه چرا نمیشه؟ اگه گفتید اونو قبلا توضیحش دادید، گفتید این صورت نازل است نگسسته. اگر نازل است وقتی که میاد این توضیح اون دفعه مفصلش هم دادید، چون نازل است ابن سینا و شیخ طوسی و خواجه طوسی و همه اینها که میان میبینن همه اون حقیقت کمالیه تحت همین صورت نازله هست، هیچ چیزش کاسته نشده. اونها مییابن که راه و حقیقت و اون تمام معنا و تمام اون حقیقتی که این ازش نازل شده رو از همین میابن. دقت میکنی؟ اون فرد ساده عامی ظاهری هم که بیش از این نمیبینه از همین صورت و مرتبه صورت میابن. او همین مرتبه صورت نازله رو میگیره جلو میاد، اونها هم از همین میرن تا بالا. یعنی این صورت نازله است و کاسته نشده چیزی را. هنر عرض کردیم، هنر انبیا این است و هنر اولیا الهی این است که چیزی را از حقیقت نمیخواهند در بیان، بلکه تنزلش فقط میگن در بیان. اما ما این قدرت رو نداریم. ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بیان بکنیم از اون حقیقتش مجبوری بکاهیم، چون توان نداریم به کار بگیریم بهترین صورت را برای بیان اون معنایی که صورت ندارد صورت بدیم به او. بسید چون اینا نمیتونیم، تعبیر میخواد حرفای ما، خواب ما تعبیر میخواد، کار ما تعبیر میخواد، اما فعل انبیا و خواب انبیا تعبیرش خودشه. لذا اگر ابراهیم سلام الله علیه خواب میبینه که اینی عراف المنام انی از بهم، خوابش صدق محض تعبیر نمیخواد، چون هیچ صورتی از اون دخیل نشده. اگر دخیل داده نشده، اگر یوسف نبی سلام الله علیه در دوران کودکی خواب میبیند که شمس و قمر در حقیقت و 11 در حقیقت ستاره بر او ساجده، تعبیر نمیخواد، معلومه که دیگه شمس و قمر پدر و مادر 11 ستاره، درسته؟ این واضحه، هیچ حاجبی نخورده. اما ما که خواب میبینیم تعبیر میخواد، ما که صورت میدیم تعبیر میخواد، چون حائلو ازا مرحوم علامه نرم میکنن، آیه حسن هست آیه طول حسن زن نرم کردن از مرحوم علامه که هرچه مراقبات روز قوی تر باشد خوابهای شب ظلام تره. هرچقدر انسان سنگین تر باشد و تفرقش بیشتر باشد خوابهای شب دورتره، چون صورت ها دورتر میشه. ازا میفرماد اینجا که اینجا صورت ندارد خدا، چون صورت ندارد علم حصولی معنی ندارد. بس. نه علم حصولی معنی ندارد، نمیشه با علم حصولی در خدا حرف زد. میشه حرف زد. همین حرفایی که ما داریم میزنیم همه چی هستش؟ به علم حصولیه، نفع بکنیم، اثبات بکنیم، از ستاریت حق بگیم، از افو بودن و تواب بودن حق بگیم، از خلاصه قدرت حق بگیم، از رحمت حق بگیم، همه اینها به علم حصولیه، درسته؟ اما اینها در حقیقت علم به خدا نیست، اینها معده برای ایجاد علم، علم اون علم حضوریست که محقق میشه در درون انسان. ازا میفهم از کل ما فرزه من مازن قبیل، هرچی که فرض شود از این قبیل مفاهیم، فهو تهدید و توصیف لمعلومه من العالم. همه مفاهیم فقط حد میزنن به معلوم برای عالم، بیش از این کاری ازشون نمیاد. و قد تقدست صاحت و سبحانه او ان توصیف الواصفی، از وصف واصفی و توصیف واصفی خدا منزه هست. قال تعالی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی عباد مخلص توصیف میکنند یا عباد مخلص که گفت فرمود خدای را سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصی، یعنی سلخ بیان عباد مخلص از سلخ مفاهیم نیست در وجود اونها. سبحان الله اما یصفون از هر چی که وصف بشه خدا منزه است، الا عباد الله مخلصی، چون عباد مخلص مخلص این چیزی که خودش دیگه اختیار ندارد، دیگه در مقام فناست. اون چی که بیان می کند بیان گوینده شیه، چون مخلصه این، یعنی مخلص هم نیست، مخلصه گوینده این بیان کیه؟ گوینده این بیان خود خدای تعالی است. سبحان الله اما یصفون، پس استثناء منقطع یا متصل؟
حقیقتا استثناء منقطعه. چرا؟ سبحان الله، اما یصفون مطلقش باقی است، هیچ استثناء ندارد. اگر جایی کسی باشد بخواد واصف باشد، خدا از اون بس منزه است. عباد مخلص واصف نیستند، چون عباد مخلصی هستند فانی هستند، مخلص هستند، یعنی قدمی برای خودشون ندارند. پس اگر حرفی بر زبان اونها جاری میشه و وصفی بر زبان اونها جاری میشه، وصفی نیست که اینها کردند، بلکه وصفیست که خدا داره خودش وصف میکنه، چون عباد مخلص هستند دیگه. شرط مخلص بودن فنا اتمامه، درسته؟ این فنا اتمام در حقیقت بیان از زبان او، بیان خود خدا. مثل اون میموند که بگیم اسماء الهی توقیفی هستند، ما حق نداریم اسمی برای خدای تعالی بگذاریم، اما اسمایی رو که خودش بکار برده البته بکار میبریم، هرچند اجتناب نسبت به اونها هم برای اون امکان پذیر نیست، اما بکار میبریم، بگیم قادر است، قدیر است، رحیم است، رحمان است، رؤوف است، لطیف است، اما اسمی رو خودمون بگذاریم، حق نداریم. اسماء الهی چی هستن؟ توقیفی هستن، درسته؟ این یه بیان دیگر. لذا میفرماید که و قال ولا یحیطون به علما، کسی احاطه به او پیدا نمی کند از جهت علم. فسیجی و بعض ما یتعلق بالمقام فی الکلام علی الآیتین، زیل همین دو آیه که اینجا ذکر شد انشاءالله در آینده. بعد می فرماید که تکاثرت بحث روایی، در بحث روایی ایشون چند تا روایت در اینجا میاره که این چند تا روایت روایات زیباییست، منتها مجبوریم که با سرعت بیشتری عبور بکنیم، اشاره تفصیلش رو به عهده دوستان میذاریم. میفرماید اولین رو باید بله سیر کلی بحثی توضیح میفرماید که مثلا بعد از جردان مثلا یهود و حضرت ابراهیم بحث تغییر ابراهیم زمین نشینی بود، مثلا حضرت ابراهیم خب اینا رو گفتیم دیگه، فسخرونی رو عرض کردیم که فسخرونی رو عرض کردیم بعد از این که اینا تو جلسه اولی که آیه رو جلسه دو جلسه قبلی هفته گذشته عرض کردیم در اونجا که فافا تفریعه، بعد از اینکه ارسال رسول شد، بعد از اینکه نعمت تغییر قبله ایجاد شد، اون ارسال رسولان که نعمت عظیمی بود که اون همه در حقیقت دنبالش مقابله ها، آیت ها، معجزات، همه اونهایی که برای یهود آمد مقاومت کردن یا قبول کردن، تمام اینها که آمد، حالا داره به صورت کلی میفرماید نعمت ارسال رسولان که برای شما شد که همش رحمت بوده برای شما، و بعد برای مسلمان ها بحث تغییر قبله پیش آمد که این یک نعمت ویژه بود، حالا با این دو حقیقتشون در چیه؟ برای چی آمده بودن؟ این همه مشقت ها، این همه سختی ها، این همه آیت ها، این همه معجزات، این همه کرامات، این همه رسولان در طول تاریخ، این همه در حقیقت خرج کردن بهترین هاش خدا در راه بشر، برای چی بوده؟ فذکرون، برای ذکر بوده، یاد بوده، که کاملترین و نتیجه نهاییترین حقیقتی که از تمام اینها مقدمه میشن برای او یاد و رابطه با خداست. فذکرونی اذکرکم، پس حالا که این گونه است فذکرونی، متفرع بر همه اونها، فذکرونی اذکرکم. اینو تو جلسه اول عرض کردیم خدمتتون دیگه، که عرضم کردیم اذکرکم هم یعنی این گونه نیست که خدا ذاکر نباشد بعد ذاکر بشود، بلکه چی هستش؟ بلکه این است که انسان ذاکر مییابد ذکر الهی را، و الا انفعال در خدای تعالی را ندارد، که قبلا ذاکر نباشد الان ذاکر بشود با ذکر من، بلکه هر ذکر من در بین دو ذکر الهی قرار دارد. خب این در بحث رواییشون میفرماید تکاثرت الاخبار فی فضل ذکر من طرق العامه و خاصه، خیلی روایات زیاده در بهار، هم در دو سه جای بهار بحثی راجع به ذکر وارد شده، یکی در اون جلدهای اواخره که شاید جلد 90 باشه که بحث ذکر میاد، و بعد در بحث‌های دیگه هم متعدد وارد شده که در جلد 90 شاید باشه که مفصل روایات ذکر آورده. فقط روی به طرق مختلفه ان ذکر الله حسن علی کل حال، از جمله روایات فی عدت الدائی، در عدت الدائی این در حقیقت زاد و توشه که یک دائی باید داشته باشد، اون در حقیقت آدابی که یک در حقیقت دعا کننده باید داشته باشد، کتاب بسیار شریفی من توصیه میکنم، حتما دوستان حتما و حتما این دو کتاب رو بارها مطالعه کنن، ازش نفع خواهند برد. در اونجا میفرماید که قال بروی ان رسول الله قد خرج علی اصحابه فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، ارتعوا فی ریاض الجنه، یاد بیارید بحث مناجات و ذاکرین دیروز رو که خوندیم خدمتتون، ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغ‌های بهشت بالا بروید. ارتع در حقیقت ریعه که وارد شده، انما و زیادت رو میگن ریعه،
یا بس ارتفاع من الارض رو میگن ریع. لذا این رحمت الله علیه مرحوم محمد جواد آیت الله انصاری همدانی در گلزار شهدا دفنه اونجا بالا سرش هم چیزی زدن اونجا زیبا در ریعان شباب در دعوت حق را در ریعان تعبیر خیلی حال در حقیقت زیبایی داره اون جملاتی که به کار رفته اینجا میگه ارتعو فی ریاض الجنه در باغهای بهشت چیکار بکنید؟ رشد پیدا بکنید، نمو پیدا بکنید، در حقیقت فعلیت پیدا بکنید. ارتعو فی ریاض الجنه. قال یا رسول الله و ما ریاض الجنه؟ باغهای بهشت چیست؟ قال مجالس و ذکر. در اون مجالسی که انسان به یاد خداست اونجا چی هستش؟ محل رشده. اونجا محل رشد است. لذا می فرماید اغدو و ربه و ذکرو. این اغدو و ربه یه بیانه که غدات از وقت طلوع فجر رو میگن تا طلوع شمس. وقت طلوع فجر تا طلوع شمس رو میگن چی؟ تا طلوع به اصطلاح اون وقتی که ابتدایی که نماز صبح آغاز میشه تا وقتی که طلوع شمس به طوری میرسه که دیگه نماز پایان وقت نماز. این فرصت رو میگن ربا. منتها استعمال شده ربا مال قبل از ظهر، یعنی قبل از ظهر از صبح اول طلوع تا ظهر میگن ربا، منتها اصلش معناش برای اون مدت ها طلوع فجر تا طلوع شمس. و از اون طرف این میشه قداد، ربا میشه چی؟ ربا میشه، اشتباه گفتم، قداد میشه از طلوع فجر تا طلوع شمس، ربا میشه از زوال تا غروب. یعنی اگر میفرماید که اغدو و ربهو، چنانچه در اون آیه شریفه داره قدوها شهر و رواهوها شهر، نسبت به حضرت سلیمان و حرکتش که با اون در حقیقت حرکت با باد داشت که صبح به اندازه یک ماه مسیر رو طی کرد و عصر به اندازه یک ماه مسیر رو طی کرد. قدوها شهر و رواهوها شهر. درسته که قدو و رواه در اونجا همین است که اغدو و رواهو. اغدو و رواهو یعنی صبح و شام تمام روز چی باشی؟ کنایه از دوامه. یعنی اغدو و رواهو کنایه از یه استمراره، یعنی دائما. اغدو و رواهو و ذکرو، دائما در حالت ذکر باشی. و من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. یه قاعده است، اگر کسی میخواد ببینه منزلت او نزد خدا چگونه است، ببیند منزلت خدا نزد او چگونه است. هر قدر نسبت به عظمت حضرت حق این توجه دارد، نزد خدا عظیم است. هر قدر نسبت به خدا تعالی تقوای الهی را رعایت میکند، نزد خدا محبوب است. این قاعده است تو تمام اون چه که ارتباط انسان با خداست. اگر میخواد بفهمه خیلی هم آشکاره، یعنی انسان خوبه که این قاعده رو نداند و الا واقعی ها میشه براش. خوبه که ندانه از باب تنبلی میگم، و الا اگر خوب بود که ندانیم نمیگفتن برای خوب است که نداند، یعنی برای اینکه کارمون ظاهر، برای اینکه به خلاصه نمیخواییم به خودمون حواسمون جمع رو. این قاعده وقتی که میفرماین یه معیار و یک آمپره برای وجود انسان که جلو چشمش قرار بده، مثل ماشین که جلو چشم آمپر رو قرار میدن، دائما میفهمن وضعیت چگونه است، آیا باید سرعت بیشتر برن نرن، وضعیت روغن چگونه است، بنزین چگونه است، آب چگونه است، نمیدونن حرارت، همه اینا رو میفهمن دیگه. این یه آمپره که انسان داره درست حرکت میکنه. منزلت الهی نزد او چگونه است؟ نزد خدا منزلت او همان لذا می‌فرماید که فلینظر کیف منزلت الله عنده فإن الله تعالی ينزل العبد حيث انزل العبد الله من نفسه. خدای تعالی همون گونه به عبد نظر می‌کند و می‌بیند و او را در حقیقت در منظر الهی است که خدا در منظر این بنده است، همون گونه که بنده خدا را در اون مرتبه قرار می‌دهد. حيث انزل العبد الله من نفسه، انزل العبد نازل میکند عبد الله رو فی نفسه، همان گونه. و علمو، این یه قاعده بود، این قاعده برای مراقبه انسان خیلی که ببینه آیا رو به رشد، رو به کمال، رو به تعالی هست یا نه رو به تنزل، رو به سقوطه. و علمو ان خیر اعمالکم عند ملیککم، ملک مالکه،
خیر اعمالكم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتكم و خیر ما طلعت علیه الشمس و ذکر الله تعالی. این ذکر الله آیا به این است که من بشینم لا اله الا الله بگم یا تو متن عمل تابع امر حق باشم؟ تو متن عمل تابع حق بودن میشه ذکر الله، نه نشستن و در یک گوشه چی؟ لا اله الا الله گفتن. حالا خودش هم بیان میکنن، فانه تعالی اخبر عن نفسه فقال انا جلیس. تعبیر خیلی سنگینیه، خدا به خودش میگه جلیس، انا جلیس من ذکرنی. تصویرش خلاصه خیلی تصویر سنگینی است که انا جلیس و دنا فی علوه. خدای تعالی نزدیکترین است در عین علو و رفعتش. این دیگه برای بیچارگی و زاری عبد همین بس که خدا میفرماد انا جلیس. و حالا این رو اگر خواستی تو مراقبات مرحوم آمیز جواد آقا ملک تبریزی ذکر اون صدا ندای منادی که در مراقبات شهر رجب، کجاست در مراقبات شهر رجب که منادی ندا میکنه انا جلیس و من جالسنی، اونجا هست یادتون میاد؟ اونجا بیان میکنه که این جلیس بودن در اونجا و گفتن این جلیس چه انقلابی در وجود انسانی که موحد باشه ایجاد میکنه. اونجا که انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی ذاکر من باشد من نشستم پیش او، من جلیسم، یعنی من میام تو مرتبه نازل ترین، یعنی او میابد و الله خدای تعالی که حبوط و عروج ندارد که، یعنی او در همون مرتبه که نشسته در همون مجلس ذکری که نشسته انا میابد مرا، انا جلیس و خب مسلم هست ذاکر، یعنی به علم حضوری. این نتیجه قهریه، یعنی این یافتش حقیقیه، یعنی تصدیق یافت انسان است که میگه فکر نکنید که اگر یافتید نکنه این غلط باشه، نه انا جلیس و من ذکرم. بعد میفرماید که و قال تعالی فذکرونی اذکرکم، همین آیه شریفه فذکرونی اذکرکم، یعنی اون به نعمت اونجا اشتباه به اصطلاح اشتباه تایپیه، فذکرونی اذکرکم یعنی اذکرونی به طاعت و العباده از خرکم به نعمه و احسان و راحت و رزوان. اگر شما من رو به طاعت و عبادت یاد، یعنی ذکر رو به چی گرفته؟ به طاعت و عبادت که اوامر و نواهی محقق بشه، نه ذکر به الفاظ که در صفحه قبلم گفت ذکر به الفاظ از نازلترین مراتب ذکر بلکه از خواص ذکره، نه اینکه ذکر اون باشه، حقیقت ذکر اون نیست، حقیقت ذکر عند الطاعت و العباده عند المعصیت و طاعه یاد حق بودنه. اینجا هم همین رو فرق اذکرونی به طاعت و العباده از خرکم به نعم و احسان. اگر شما به طاعت و عبادت مرا یاد کردید من با چی شما رو یاد میکنم؟ با احسان و نعمت و راحت و رضوان. حالا هر کدوم از اینها یه بشارته، منتها دیگه برای وقتش نیست که این بشارت ها رو باز بود. می فرماد در فیلم حاصل، چون به بحث روایی امروز شالله تمام شه، فیلم حاصل و دعوات رابندی ان صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یقول من شغل به ذکری ان مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی، یا اعطیه هر دو درسته روایت هم وارد شده، افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی شغل به ذکری ان مسئلتی، امام صادق علیه السلام فرماید حاجت من رو به درگاه الهی بار داد، وقتی وارد شدم به درگاه الهی نسیت الحاجت. این نسیان نسیان مضمون نیست که بگیم امام نسیان ندارد، یعنی آنچنان به حقیقت حضرت حق مشغول شدم دیگه چیزی در حقیقت در اونجا شاغل من نشد، نسیت و رفع حجاب برای اونجاست. یعنی اگر کسی در اونجا بخواد به اون مسئله مشغول باشه عیبی نداره اگر رفع حجاب براش نشده، اشکال نیست، اما نسبت به اون کسی که او رو از یاد میبره او چیه؟ در همین کتاب شریف عدت الداعی میگه مثال میزنه، مثال زیبایی میزنه، تطبیق میکنه، بعدا حالا من مثالش رو عرض میکنم. میفرماید کسی بود که به درگاه و دربار پادشاهی مشرف میشد و اون شاه این رو خیلی دوست میداشت، مثال های مثال زده،
و وقتی که اینها در کنار هم قرار می گرفتند انقدر مشغول در زیارت هم بودند که این دیگه اونجا چیز دیگری غیر از اون رؤیت براش مطرح نبود. بعد مردم چون می دونستن این میره پیش پادشاه، حاجت هاشون رو می دادن به او و او در جیبش می گذاشت. وقتی که می رفت اونجا، اون خیلی تعبیر زیبایی، اون پادشاه چون عالم بود و می دانست که مردم از او توقع دارن که میان به حاجت، او دست می کرد در جیب این، می گفت خلاصه حاجت های او رو روا کنن بدون او که بدون اینکه او چی؟ مثال زده که انسان وقتی به درگاه الهی بار پیدا می کنن، حاجت ها هم که ذکر نشود حالت حضور ایجاد شده باشد، خدای تعالی تمام اون حاجت ها رو میداند، عالم است، اجابت میشود. بله برای ما تصنعی خوب نیست بریم به درگاه الهی خودمون رو بزنیم به اون که دیگه حاجتی نمیخوایم و همون جوری خلاصه نه حضور پیدا بکنیم نه حاجتی خواسته باشیم، برگردیم بیایم ببینیم هیچ خبری نشد. او در حقیقت تصنعی نیست، همون جوری که ابراهیم خلیل وقتی که بهش گفتن که ملائکه هر کدوم عرضه کردن در وقتی که از منجیل پرتاب شد تا به آتش برسه، حاجت اگر به آب ما آب رو مسلط کنیم، باد رو مسلط کنیم، یا اگر چیزی میخواید، اما الیکر فلا به سوی شما نه، گفتن پس از خودش اولاً بخواد. اونجا میفرمه علمه به حالی کفا انسالی، علمه به حالی میبیند. اونتا این حقیقته، این مجاز نیست، تصنعی نیست. ما بریم بگیم که میبیند پس این چی نمیخواییم، پس ما حال دعا ما دست میدیم جوری. یعنی اگه کسی ما این تصنع دعا رو در بیاریم، حال دعا ما دستمون میره، ما همین حاجت ها ما رو به حال دعا میندازه. اقلا اینها باعث بشه که همین ارتباط ایجاد بشه. لذا میفرماید که بله من شغل به ذکری ان مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی، من میدم بهش افضل ما اعطی من سألنی، چون او نخواستی که او شاغل شد از ذکر من از مسئله، درسته بهتر از اون که او میخواست بهش میدم. اینم خیلی جالبه، یعنی وقتی خودش میخواست خواستن در حد او بود، اما وقتی من میدم دادن در حد منه. اینم یه بالاخره سود دیگری است که اهل سود و زیانم باشیم این سود آوردنه. و فی المعانی عن حسین البزاز قال قال لی ابو عبد الله علیه السلام الا احدثک به اشد ما فرض الله علی خلقه. این حدیث خیلی با این مکرر اومده، شاید ده ها روایت به این مضمون با همین در حقیقت عبارات ده ها با ده ها سند وارد شده و خیلی تأکید شده، اما خیلی سخته، خیلی سخته. تعبیرش این است که الا احدثک به اشد ما فرض الله علی خلقه، میخوام بگم سخت در این چیزی که خدا بر بندگان واجب کرده چیه؟ قلت بلا، قال انصاف الناس من نفسک، انسان در ارتباط با مردم نسبت به خودش منصف باشد در این ارتباط. انصاف و ناس من نفسک خیلی سخته، انصاف خیلی سخته، انصاف خیلی سخته، لذا اشد ما فرض اللهست. و مواسات و کل اخیک، مشارکت داشته باشی، مواسات داشته باشی با برادرانت. انشاءالله در زمان امام زمان محقق میشه، منتها کسی که منتظر اینجا زودتر این رو محقق میکنه. خیلی سخته، حتی گفتنش هم سخته که مواسطات کل اخی. اینقدر جامعه‌ای که بر این اساس شکل بگیره که انصاف و ناس من نفسه و مواسطات کل اخی، اگر این دو خصوصیت در جامعه شکل بگیره، جامعه مشکل ندارد. اون جامعه که بر این اساس شکل بگیره، آیا اگر بگیم تو جامعه بزرگ ما حریف نیستیم، این رو از این تو خانوادهمون این رو محقق بکنیم عاجزیم؟ این رو از این که بین چند نفر دوست بین خودمون محقق بکنیم عاجزیم؟ اونجا هم دیگه عوامل دیگه در پس میشه، اینجا این هم حاضر نیستیم. اگر تو جامعه گسترده امکان پذیر نیست، موانع بیرونی هست، در بین خودمون توی جامعه کوچک، در بین چند نفر مؤمن، توی خانواده درونی بین همسر و فرزندان و شوهر، آیا این هم امکان پذیر نیست؟ اونم نکردیم. لذا میفرمان این دو تا سومیش و ذکر الله فی کل موطن. مرحوم علامه میفرمایند که مؤمن بودن هر لحظه مردن، مؤمن بودن هر لحظه مردن. این در الولایه میفرمایند، میگه انسان اگر بخواد اهل ریاضت باشه، ریاضت خیلی ساده تره، یک سال، چهل روز، دو سال، پنج سال انسان چیکار میکنه؟ ریاضت بکشه، خلاف هوای نفسش قدم هایی برداره.
اما مؤمن بودن یعنی هر لحظه مردن، یعنی عند هر طاعت، عند نزد هر فعلی انسان امر الهی رو بر امر خودش چیکار بکنه؟ مقدم بکنه، یعنی اراده الهی رو در وجود خودش بر اراده خودش مقدم بکنه، یعنی مردن از اراده خودش دیگه، یعنی اراده خودش رو کنار گذاشتن مردنه. اینقدر سنگینه، اینقدر سخته. لذا میفرماید که ذکر الله فی کل موطن، یعنی در هر جایی اراده الهی حاکم باشد. دوام حضور یعنی اراده الهی حاکم بودن در هر لحظه در وجود انسان، نزد هر کاری خدا تعالی ارادش حاکم باشد در وجود انسان. خیلی سخته هر لحظه مردن این، لذا اشد ما فرض الله این اینا گفتنش هم برای آدم شرمساری میاره. یعنی من شرمسارتر از شما هستم چون دارم اینها رو به لفظم میارم، حالا شما بهت میشنوی، اما من که دارم میگم شرمسار چه برای من شدیدتره که انسان وقتی مؤدب نیست به این آداب، نه مؤدب نیست بلکه هیچ بهره نداره از این آداب، اون موقع بخواد حرف اینها رو هم بزنه. میفرماید اما انی لا اخو، من این که میگم ذکر الله فی کل موطن، منظورم این نیستش که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگیم و این کان هازا من ذاکر، اگرچه اینم از اون هست اما او این نیست، اینم از او هست، یعنی اینم یه رتبه است، اینم یه نازل است، اینم یه مثلا ظهوره، اما او چی هستش؟ ولیکن ذکر الله فی کل موطن ازا حجمت علا طاعته و معصیته، وقتی که تو رو میکنی به طاعت و معصیت الهی، اونجا ذکر الله هست که در طاعت مطیع باشی و در معصیت چی؟ حائل باشی از تحقق معصیت. این در حقیقت اونجاست. اذا هجمت، وقتی که رو میکنی علا طاعت او معصیته، وقتی که رو میاری به طاعت و معصیتش، ذکر الله اونجاست. نه ذکر الله انسان بشینه شب تا صبح ذکر بگه، صبح هم بلند شد بره شمشیر بکشه رو مردم، شمشیر بکشه رو اراده الهی در این که طاعت و معصیت الهی رو محقق نکنه. اقول هذا المعنى مروی به طرق کثیره عن النبی و اهل بیت، هم صدرش هم ذیلش، یعنی هم صدر بس که اشد ما فرض الله است، هم ذیلش که ذکر الهی چیه؟ ذکر الهی عند الطاعت و المعصیه است، هر دو. به طرق کثیره عن النبی و اهل بیت علیهم السلام و فی بعض ما و هو قول الله، بعضیا به این قول الهی در بعضی از روایات به این قول الهی هم استشهاد کردن که این روایات هم وارد شده ان الذين امنوا، اینجا اشتباه نوشته، مضمونی نوشته آیه رو، الذين نوشته ان الذين اتقوا، اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قبل آیه این است که به این ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، اگر نزغی تحریکی از شیطان، اما ينزغنك من الشيطان نزغ، اگر تحریکی از شیطان در وجود تو خطوری ایجاد شد، تحریک ایجاد شد، نزغ تحریکه، یعنی در حد خطور، در حدی که ذهن به سوی او گرایش پیدا بکنه، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع السميع العليم. بعد دنبالش میفرماید که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، طائف یعنی که انه یک وجود شیطنت آمیزی دور وجود ما، وجود ما بدن نیست دیگه، دور وجود ما یعنی اون مبدا خطورات، مبدا نفس، دقت میکنید، دائما داره طواف میکنه، دائما داره گردش میکنه، یه نقطه نفوذ میخواد، دنبال یه نقطه نفوذه، طائفون طائف است، یعنی دائما در گردش یه نقطه نفوذ. اینجور نیستش گاهی به ما سرک بکشه ببینه اگر یه جای پیدا کرد ورود پیدا بکنه، نه، این طائف دائما در دور وجود ما میگردد نقطه نفوذ پیدا بکنه. خب یه همچین دشمنی با یه همچین ظرافتی با یه همچین سلطه‌ای، ما هم اینقدر غافل و خواب، اینقدر در حقیقت بی تفاوت، این چجور سازگار میشه؟ لذا میفرماید که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، مس طائف نه به گناه رسید، مسهم طائف من الشیطان یعنی اون طائف تا نقطه نفوذ پیدا کرد، خطور رو ایجاد کرد تو ذهن انسان، تا یه همچین خطوری میان، اینا تذکر بود،
این تذکروش هم به خاطر اون تقواست. ان الذين تقوا، یعنی خدا تعالی به واسطه اون تقوایی که اینها داشتن اگر غافل شدن در جایی هم و اون مسکر وجود اینها رو مسکر، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اومد خطور رو در دل این و در ذهن اون انداخت که این خطور کم کم تبدیل بشه به معصیت. میگه تا در حقیقت این خطور رو انداخت، تذکر و خدا تعالی اینها رو متوجه میکند، اینها یاد میکنند، فاذا هم مبصرون، میفهمن. چون شیطان از راه سایه روشن وارد میشه، نه تاریکیه که انسان بفهمه ظلمت را، نه روشنایی که جای شیطان نیست که شما به ساقه در اونجا، بلکه از سایه روشنها شبهات وارد میشه، اونجایی که متشابهه وارد میشه. میگه چون این شبهه و متشابه بود و اونجا خودش وارد کرد و خصوصیتش هم این است که وقتی این وارد میشه انسان احساس نمیکنه غیره، این خطور رو از خودش میبینه. چون خطور رو از خودش میبینه، چون در ذهن ما میندازه این رو، در دل ما میندازه این رو و این خطور رو ما غیر نمیبینیم، لذا مقاومت هم نسبت بهش خیلی کم داریم. ایشون میفرماید در آیه شریفه میفرماید که اذا مسهم طائفان من الشیطان تذکروا، اینها به خاطر تقواشون این تقوا این روشنی رو بهشون میده که تذکروا فاذا هم مبصرون، نور افکن رو میندازن اون محل خطور، تا انداختن شبهه آشکار میشه، ظلمتش آشکار میشه. جایی که نور باشه جایی در حقیقت ورود شیطان نیست، درسته؟ پس محکمات جایی ورود شیطان نیست. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ابتقاء تعبیله، در حقیقت اینها از اونجا وارد میشه. اما اگر کسی تقوا پیشه کرد، تقوا نور ایجاد میکنه، نور که ایجاد بشه تا بخواد قفلتی باشه، نور تقوا تابیده میشه، اون ظلمت رو آشکار میکنه، حیله شیطان رسوا میشه. فاذا هم مبصرون، اینها بصیرت پیدا میکنن. و فی عده دایان النبی قال قال سبحانه اذا علمت ان الغالب على عبدی، اینم چقدر روایت زیبایی، حسرتش اقلا تو دلمون باشه، حسرتش باشه. اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، اگر ببینم که غالب در وجود عبدی، غالب یعنی گاهی هم نوسان داره اما غالب اینه، غلبه با این است. اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، مشغول به من یعنی ذاکره، درسته؟ اگر اینجور باشد نقلت شهوته، چقدر جالبه، نقلت شهوته فی مسالتی و مناجاتی، میل او رو عوض میکنن. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی میفرمودن مؤمن مبدع میلش عوض میشه. خیلی تعبیر بلندی، یعنی انسان مؤمن از خصوصیاتش این است که مبدع میل عوض میشه. وقتی مبدع میل عوض شد ماهیتا مؤمن تغییر کرده. اینجا میفرماید، اینجا بیان همونه که اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، با زحمت خودش رو مشغول کرد به من، معلوم میشه با زحمت قبلش رو هنوز مبدأ میل عوض نشده بوده، با زحمت خودش رو با من مشغول کرد، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، منم مبدأ میل رو در وجودش تغییر میدم، مبدأ میلش رو در مسئلت و مناجاتم قرار میدم. السلام علیکم.